الان خیلی از کسایی که گرفتن و گفتن که اعدام میکنن. خب کجای دنیا میدونم عصبانی میشیم، اینا رو میدونیم، میدونم فوش خار مادر میدیم، میدونم فعالیت میکنیم، پست میکنیم، شیر میکنیم، ولی تاش که چی بابا؟ عادی نیست کسایی که میان توی خیابون تظاهرات کنن و ببرن بکشن، بعد اعدام کنن، نگه دارن، هر جرمی، هر چرت و پرتی که میخوان میبندن بهشون وصله‌های عجیب غریب بدون اینکه مدرکی داشته باشن واسش، و همینجور میمونه سالهای سال. الان فقط کشته های این سری رو ببینین، مهسا امینی که کشتن، خشمگین شدیم، همینطور نیکا، همینطور حدیث، همینطور سارینا و اسمای خیلی کسای دیگه که حالا بخوام بگم لیستش اینقدر طولانیه که نمیشه. ولی بعد از اون میدونی چند نفر رو تا حالا گرفتن؟ کسایی که ول نکردن همینجوری زندانن. مگه تا چه حد؟ چند تا اسم، چند تا صورت، چند تا شهر مختلف، چند تا آدمی که گرفتن آدم میتونه دائم یادش باشه و حس میکنیم داریم یه کاری میکنیم، برای ما اسما رو شیر میکنیم، عکسا رو شیر میکنیم، ناراحتیم، خبررسانی میکنیم. نمیگم اینا بی ارزشه، معلومه که ارزش داره، معلومه که داریم همدردی میکنیم، همبستگی میکنیم با مردم ایران، با هموطنان، ولی تهش یه مقدار بهش بی‌حس میشیم، برای اینکه هر روز عکس و نمیدونم اسم جدید میاد، همه چی عادی میشه یکم بعد این مدتی. باز میگم میدونم خشمگینیم، ولی نسبت به اتفاقی که میفته هنوز بی‌حس. من یه بار یه دونه استوری گذاشتم راجع به نسرین ستوده وکیل، چند نفر میشناسینش چند نفر نمیشناسینش، فکر کنم 70% کسایی که شرکت کردن نمیدونستن نسرین ستوده کیه، ولی میدونی چند نفر اسمای دیال نمیخوام بیارم، اینفلوئنسر رو نمیدونم، اینفلوئنسرای کاری ندارم که تبلیغ میکنن و اینفلوئنس میکنن در اصل، کسایی میگم که تو اینستاگرام تو پیجای خنده و منده و فلان، اینا همه واقعا یعنی هیچ هنری ندارن، هیچ کاری نکردن هیچ وقت زندگیشون، ولی بالای 10 میلیون فالوور دارن تو اینستاگرام. بعد نسرین ستوده، کسی که زندگیشو گذاشته، خانواده‌شو گذاشته، بچه شوهر تو ایران نمیشناسید. فکر میکنم که همین تو این دو سه ماه آگاهیمون خیلی رفته بالاتر، خیلی میبینم کسایی که قبلا شاید اهمیت نمیدادن، حواسشون نبود به اتفاقی که تو ایران میفته، با ما این همه سال گله خودمون رو پاره میکنیم، آهنگ میدیم، صحبت میکنیم، ولی بعضیا واسهشون نیافتاده بود دوزاری که چه اتفاقی داره میفته و اهمیت نمیدادن. خیلیش هم به خاطر این بود که باز میگم عادت ایران اینه، با فراهنگ حال میکنیم، میگذره میره، ولی الان فهمیدیم چیه. دو تا اتفاق افتاده، یکی هم جرقه خورده که میدونیم قدرت داریم، میتونیم تغییر انجام بدیم، این نسلی که الان هستن فهمیدن این قضیه رو و واسه همه دیگه جا افتاده که اتفاقی داره میفته. خیلی خشمگینیم، خیلی عصبانیم، ولی باز نسبت به بلاهایی که سر ملت ایران اومده و هر روز میاد تو زندگی روزمره هنوز بی‌حس.